بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض السلام وأدب واحترام وتسليت دارم خدمت شما حسینیان عالم، شمایی که الان تلویزیون امام حسین علیه السلام رو برای دیدن انتخاب کردید، به عشق این که هم بیننده مشایه هایی باشید که به طرف کربلای معلا در حال حرکت هستن، هم تصاویر حرم های مطهر آقا سید و شهد آقا ابوالفضل العباس، آقا امیر المؤمنین، امامین جوادین و امامین کاظمین باشید. الحمدلله رب العالمین، امامین عسکریین عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین، در امروز هم این توفیق رو داریم به صورت زنده و مستقیم با شما باشیم با برنامه زنده سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا، در خیابان قبله و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس صلوات الله علیه. کمال تشکر رو داریم از عزیزانی که با ما همراه هستند، مشرف میشن کربلا. به خدمتگزاران آقا امام حسین علیه السلام در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام سر میزنن و تفقد میکنن، پرسجو میکنن درباره احوالاتمون و تشکر میکنن در ارتباط با برنامه ها و اینکه دعوت کردیم مشرف بشید کربلا برای زیارت امام حسین علیه السلام. و به اذعان این عزیزان که آقا جان این تصاویری که شما نشون میدید، قدم هایی که برای زیارت آقا سید و شهدا در راه مشایه هستن، ماها رو تکون داده و ما رو که دلمون میخواسته بیایم ولی اصلا فکرش رو نمی کردیم، هم از نظر مادی مشکل داشتیم هم از نظر وقتی مشکل داشتیم، ولی آخرش دل رو زدیم به دریا و اومدیم به طرف کربلای معلا و الحمدلله الان اینجا در خدمت آقا سید و شهدا هستیم. ما خدا رو شاکریم که اگر تونسته باشیم کمترین خدمت رو در حق زوار آقا امام حسین علیه السلام کرده باشیم و این که از حال و هوای مشایه، از حال و هوای شهر مقدس کربلا، شهر نجف، حال و هوای ورودی های مرزی کشور عراق از طرف ایران تصاویری رو تقدیم کرده باشیم و این عزیزان الحمدلله نیت زیارت کردن و مشرف شدن و الحمدلله خوشا به سعادتشون انشاءالله. همگی از فیض کامل و اکمل این زیارات مستفید باشید و همه
حاجت روا باشیم. این حداقل کاری است که ما میکنیم. انشاءالله روزیتون باشه، شما هم مشرف بشید و این زیبایی هایی که توی مشایه اربعین داره اتفاق میفته از نزدیک ببینید. ما اطمینان داریم، هممون هم این رو میدونیم که کسی به خاطر قضا بلند نمیشه راه بیفته هزاران کیلومتر بیاد به طرف کربلای معلا. بله در بین مسیر پذیرایی میشه، شربت و نوشیدنی گوارا میدن دست زائر آقا امام حسین، ولی آیا واقعا به خاطر اینها بوده؟ بشنوند اون معاندینی که میخوان زیارت آقا سید و شهدا رو ببرن زیر سوال. شما کجای کارید؟ حساب بکنید با خودتون، به قول معروف و حالا عامیانه بگم، چند چند هستید؟ آخه چه کسی این همه راه رو بلند میشه قدم بزنه بیاد؟ حالا گرم سرد، امکانات اونچنانی نیست، توی خیمه باید بخوابه، توی حسینیه باید بخوابه، با انواع اقسام فرهنگ ها باید به قول معروف دست و پنجه نرم بکنه، ببینه مسلمانان، شیعیان، بقیه ادیان توی این مسیر اومدن با چه هدفی. و صحبتم به طرف شمای عزیزی هست که نادانسته یه چیزی رو میگی یا اینکه پیروی میکنی از کسان دیگری که فقط وسوسه کردن، تشکیک کردن و صحبت‌های اونها رو میشنوی. امیدوارم بیای توی این مسیر خودت گرفتارش بشی، بعد میبینی که اصلا نمیتونی دل بکنی، اصلا نمیتونی فکرش رو بکنی، حسابش رو بکنی. یا اون افرادی که به قول معروف شایعه میکنن آقا دولت فلان و دولت فلان و فلان، اینها پول میدن به این مواکب، تأمین میکنن این مشایعه رو، کجای کارید؟ به اندازه بودجه سالانه کشورها رو هم هزینه بکنن نمیتونن این وضعیت مشایه اربعین، این سفره های خان و کرم و لطف آقا سید و شهدا رو دو تا دونش رو بندازن. کجای کار دیدید که شطور نهر بکنن درسته بگذرن سر سفره، یا گاو یا گوساله یا گوسفند؟ انواع غذاها غربی، شرقی، محلی، انواع شیر و لبنیات، انواع دوغ و نوشابه، انواع آبهای آشامیدنی، چون اون چه که در تنگ و پارچ و مشک و لیوان تقدیم زائر آقا سید و شهدا بکنه. باید دید تا متوجه شد اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین چقدر کریم هستند. حالا توی کشور عراق بعضن به نام نامی آقا علی اکبر شاهزاده آقا سید و شهدا سلام الله علیه، بعضن به نام نامی آقا امام حسن مجتبی عموی بزرگوارشون، و بعضن به نام نامی بی بی ام البنین مادر آقا ابوالفضل العباس کرم میکنن فقط و فقط به عشق آقا سید الشهدا سلام الله علیه. امیدوارم
همگیتون حاجت روا باشید و از نزدیک زائر آقا سید و شهدا در کربلای معلا باشید. و اما حدیث و کلام آقا سید حسین عزیزمون که این قسمت برنامه رو می نویسن با هم مرور بکنیم. در یکی از زیارت‌های سید الشهدا علیه السلام می‌خوانیم که شهادت می‌دهم خداوند متعال دل برخی از مردم را به محبت شما گره زده. برخی از این مردم که در زیارتنامه آمده همکنون بین میلیون‌ها زائر و میلیون ها دلتنگ و هزاران خادم هست. با هم اولین کلیپ رو ببینیم. کلیپ رو ملاحظه فرمودید، حالا وضعیت ربطش رو با کلام اول خدمتتون عرض میکنم. توی این کلیپ نشون میداد که سفر شیعیان به کربلا، حالا از کوه و کمر، با دست خالی، زن یا مرد، کوچک یا بزرگ، فقط تجلی عمیق و عشق و ارادت این افراد به امام حسین سلام الله علیه. توی این ویدیو مردان و زنان با چهره‌هایی پر از عزم و اراده در حال عبور از کوه‌ها و بلندی‌ها دیده شدند و می‌شوند. هر قدمی که بر می‌دارند نماد فداکاری و وفاداری به اهل بیت علیهم السلام است که به منصه ظهور قرار میدن. کلیپ بعدی رو ببینیم. امسال اتفاق خاصی توی ایام اربعین حسینی افتاد. قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم در فضای مجازی کشور عراق بسیار مورد توجه قرار گرفت این اتفاق و اون مشایه از مناطق تلعفر و توس خرماتو بود که به راه افتاد. این مناطق تا چند سال پیش کاملا تحت سیطره داعش بودند، اما امسال با فاصله های بسیار دور از کربلا به سوی امام حسین علیه السلام زائران راهی شدند. کلیپی که مشاهده کردید از مشایه اون شهرها به کربلاست. خیلی راه دور، بدون آبادی و بدون امکانات، اما چه چیزی باعث میشه با داشتن پول، با بودن وسایل نقلیه، با بودن این که آقا جان من الان سوار بشم 5 ساعت دیگه، 6 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه
برسم به کربلای معلا، ولی مشایه رو ترجیح میدن. مواسات با حضرت زینب سلام الله علیها. کلیپ بعد رو ببینیم. مگل ویلتی مشدن تظل وحده ولا واحد يرد وحشيتي تفتي الصخر وانت ليليتي. شیعان مولا امیرالمؤمنین محبین آقا سید الشهدا سلام الله علیه در سفر خودشون به کربلا از مسیرهای گرم عبور میکنن. تداخل پیاده روی و مشایه زائران آقا امام حسین و تشابیهی که ملاحظه فرمودید، شبیه سازی کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام، لحظات بی نظیر که جلوه احیای شعائر امام حسین علیه السلام هست رو نشون میده. همدلی شیعیان در احیای شعائر قوت قلب به یکدیگه میدن و شعائر رو استوار میکنن و این مسیری جدیدی که الان باز دوباره مشایه ازش بعد از توقف چندین و چند ساله به راه افتاده، منظورم بله طریق یا زینب هست، راهی است که اسرای اهل بیت رو از این مسیر به شام برد. کلیپ بعدی رو ببینیم. ریحتكم شینون الازهار نتحمل هذا جمر تربت کربلا تشهد المین دامن اصباحت حمر و یامی العشیری در دل ایام اربعین تصاویری زیبا و دلانگیز از کودکی کوچک در کنار زائران امام حسین علیه السلام به تصویر کشیده میشه. کودک با چشمان پر از شوق و دلی سرشار از محبت در حال آب بردن به زائرینی است که در گرمای سوزان تشنه و خسته هستند. حرکت کودک نمادین است و او نماینده نسلی است که ارزش‌های دینی رو از والدین خودش آموخته و در عمل نشون میده. کلیپ بعد رو ببینیم. Thank you.
توی این کلیپ هم مشاهده کردید که خادمان متحد و لباس استقبال رسمی از زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه، با اون سفره بلند بالایی که آماده است فقط کافیه زائر جواب این خادم رو بده و بایسته و غذای خودش رو تناول بکنه. خدمت این موکبدارها، این خدمتگزاران به عشق آقا امام حسین، زائرانی که میستن و از این مائده آسمانی استفاده میکنن به عشق امام حسین. خودم شخصا با چندین و چند نفر که صحبت کردم همیشه گفتن، خود من هم به همین نتیجه رسیدم که آقا جان خوردن غذای موکبها شفای بیماریه، بیمه کردن بدن در قبال خیلی از موارد، هم در قبال وسوسه های شیطانه، هم در قبال بیماری هاست و هم افزودن محبت آقا سید الشهدا به تک تک جوارحمون هست. همه این لحظات نشون دهنده اون محبتی هست که در زیارتنامه اول صحبتم عرض کردم. دلها به اهل بیت علیهم السلام گره خورده. اللهم عجل لولیک الفرج. خب وقت اون رسید که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس صلوات الله علیهم قرار بگیرم، با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم و یادی بکنیم از پدرانمون، مادرامون، بزرگترهامون که این محبت آقا سید و شهدا رو با عرق جبینشون و با شیره جانشون به وجود ما افزون کردن. و انشاءالله بعد از اون صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك المصطفى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبيك المرتضى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدتك خديجة الكبرى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أولادك أئمة الهدى، خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين
السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارت هاتون قبول باشه و امیدوارم خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه، مشرف بشید از نزدیک زائر آقا سید و شهدا سلام الله علیه در حرمشون باشید. و اما پل ارتباطی شما با برنامه سلام کربلا، شماره تماس 20964 771 6167 100 هستش که شما انشاءالله صدای خودتون رو از طریق تماس تلفنی، تماس صوتی واتساپ و تماس صوتی فیستایم به کربلای معلا میرسونید. عنایت داشته باشید، از طریق تلفن با ما همراه باشید، کوتاه سلام بدید تا تماستون وصل شد. خواهش میکنیم شروع بکنید به زیارت کردن، نیت زیارت رو از همین الان بکنید که تا آخر برنامه صداتون به کربلای معلا برسه، شروعش نباشه که تازه بخواید نیت زیارت بکنید. اموات خودتون، دیگران، حاجتهای خودتون، حاجتهای دیگران رو مد نظر داشته باشید و شریک بکنید عزیزانی که شما و ما رو با دستگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آشنا کردن. اللهم عجل لولیک الفرج. اولین تماس، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقا، قبول باشه. قبول حق باشه خواهر بزرگوارم، اعمالتون و عزاداری ها و طاعاتتون، بفرمایید زیارت کنید. باشه و چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و جسد رجا داوق فاطمه زهرا فرج آقا امام زمان ما را دورشا سلامتی شم سالا عاقبت بخیر بگردانی نزدیک بسازی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. ای وای، متاسفانه این خواهرمون تماسشون قطع شد. بله، شمارهشون 2090 بوده و ظاهرا از ترکیه. انشاءالله که حاجت روا باشن و همگیتون مشرف بشید، ظاهر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. هر کسی دوستاش اعلام بکنه از کدوم کشور صداش به کربلای معلا رسیده. تماس بعدی، سلام علیکم و رحمت الله. الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام در شما آقای مصطفی، سلام در مقران، تشکر جهان. و علیکم السلام خواهرم. انجام وظیفه میکنیم، بفرمایید زیارت کنید. سلام علیکم.
السلام عليك ابن فاطمة تماس ایشون هم قطع شد. انشاءالله که حاجت روا باشن. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم خدمت آقای میر خلف‌زاده بزرگوار، عزاداریتون مورد درگاه آقا عبدالقادر حسین واقع شده باشد. با افتخار از مسجد رضا تماس میگیرم و نایب الزیاره شما آقای میر خلف‌زاده بزرگوار و همکاران عزیزتون و تمام بینندگان صدقه جهانی امام حسین در مسجد رضا هستم. آقای میر خلف‌زاده خدا به شما جزای خیر بده. ممنونی. هر شب بیاد شما در حرم آقا علی ابن مصعب رضا هستم، چون من یکی از خدام حرم آقا علی ابن مصعب رضا هستم. اگه اجازه بدین سلامی عرض کرده باشم خدمت سرور و خواهش میکنم. ما هم التماس دعا داریم. بفرمایید. به نیابت پسرم، به نیابت مادر و پدرم و به نیابت فرزندم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک الحسین، السلام علیک الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مشکلی که نداریم ما. چرا پس تماس هاشون ترافیک خطیه. توکل به خدا. تماس بعدی رو لطف کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم جناب آقای میرخزاده. خوب هستین؟ سلامته؟ سلامت باشید. به کربلا خوش آمدید. بفرمایید زیارت. سلامت باشید. زنده باشید. ما از استرالیا تماس گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله اللهم كل ولي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حسين وعلي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وجميعا ورحمة الله وبركاته. خیلی خوشحال شدم جناب آقای میرفرزاده، صدای شما را شنیدیم. دیگه مزاحم نمیشین چون دوستای دیگه هم پشت خط هستن. خواهش میکنم. دوستان که تماس بگیرن، هر کس نشان داد از طرف ما را به زیاره باشین آج آقا. حتما برادرم، حتما. ما هم خوشحال میشیم وقتی که شیعیان مولا امیر المؤمنین صداشون به کربلای معلا میرسه. قطعا داغو و نایب زیاره همگان خواهیم بود، همونطوری که از قبل بودیم. حاجت روا باشید. یا علی مدد بی حد و عدد. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آج آقا. به کربلا خوش آمدید خواهرم. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت میکنم از راه دوبا. یا حسین، یا حسین، یا حسین. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، وقت بخیر. وقت شما بخیر. عزاداری هاتون قبول باشد و همچنین خواهرم. بفرمایید زیارت. با اجازه همه کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه شد به ما و خودمون به من بازارد. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خسته نباشید. وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. ممنونم. بفرمایید زیارت. ممنون از برنامه خود شما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
وعلى اصحاب الحسین. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا حضرت زینب، یا قهرمان دشت کربلا، یا حسین، السلام علیک یا ابوالفضل عباس، یا قمر بنی هاشم، یا علمدار دشت کربلا. امسال لیاقت نداشتیم به امروز تا شما میشینیم برنامه سلام کربلا را نگامه. آقا داره خدا دعوت که از این گرفتاری نجات. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن. آج آقا ممنون از برنامه خوب شما، دعا کنین بر ما آقا، ما را هم به طلب انشاءالله خواهرم. انشاءالله روزی شما و بقیه عزیزان هم میشه از نزدیک زیارت کن. یا الله یا الله یا الله. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماس گیرنده محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. بیتماسی دعا دارم آج آقا، حاجت روا باشید انشاءالله. دعا دارم، مسافر دارم، دعا کن زنده باشید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. السلام عليكم يا امام حسين الشهيد، السلام عليكم يا فرجام دار حسين، السلام عليكم يا طفلاي حسين، السلام عليكم يا امام رضاي غريب، السلام عليكم يا ابو الفضل الاندار، السلام عليكم يا چادر مقدر، السلام عليكم يا جواد الايمه، السلام علیکم یا فاطمه زهرا، السلام علیکم یا ششمانی حسین، السلام علیکم یا باب الحوائج لله، یا قمر مای بن یا شیم، آجدی آجد من دار بدی، آجدی از مران برادای بخیر کنی جا. الهی آمین، انشاءالله همگی حاجت روا باشید. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. تماس بعدي. سلام عليكم ورحمة الله. سلام علیکم خدمت آقای میر خلاف زاده. بازم مجدد به شبکه جهانی امام حسین خدا رو شاکر هستم که بس شدن، تماس من قطع شده بود. اگه اجازه یا حسین این امروز یه کار جدیدیه که پیش اومده، یه تماس ها قطع میشه. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم. باشید، ما هم باشید. حتما خواهرم. علیکم منی جميعا، السلام على السلام علی عبد الله، السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى ابراهیم، السلام عليك يا عبد الفضل يا قمر بني هاشم، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید. یا حسین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای من خلف زاده بزرگوار،
به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت. زنده باشیم امام، تشکر از زحمت شما چرا که عزیزتان با امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین و ابن السید الوسیعین، السلام علیک فاطمه الزهراء سید النساء العالمین، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا عوض الله. خب ظاهراً تماس این خواهرمون هم قطع شد. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله ماشاءالله. نه من منتقل میکنم حتما. ترافیک خطیمون خیلی زیاده، بعضی از تماس ها اینترنتیه و بعضی از تماس ها خطیه و خط هایی که داره میاد و اینترنت رو قطع میکنه ظاهرن و تماس عزیزان ناکام میمونه، بی پاسخ میمونه، وسط راه قطع میشه. این مورد جدیدی هست که الان امروز پیش اومده و الا هر روز به همین صورت انجام وظیفه میشده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام دوباره شد. سلام علیک یا ابا عبدالله، ارواح التي حلت بثنائك علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت بقی لید و النهار ولا جعله الله رحل من زیارتکم. السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين ولا زوار الحسين جميعا ورحمة الله. خب الحمدلله رب العالمین. در این بین عزیزان گروه فنی صدا بردار محترمی سید بزرگوار، عزیز دلمون کارگردان محترم، در این حالی که انجام وظیفه میکنن چک کردن و الحمدلله ما مواردمون هیچ مشکلی نداره. تماس رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ یا الله یا الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، خسته نباشین. قبول باشه، قبول حق باشه. السلام. مالتون. خلیل حسینی هستم، از آلمان تماس میگیرم. السلام علیک یا ابا الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا اولاد الحسین، السلام علیک یا اصحاب الحسین. صلوات الله عليك يا مولاي. سلام عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى
اولاد الحسین، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل خدایا حاجت حاجت مندان خلاصی قصداران، اللهم صل على محمد و آل محمد. حاجت روا باشی عمو جان، ان شاء الله خیلی زود همراه با خانواده مشرف بشید کربلای معلا. یا علی مدد. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. یا حسین شهید، اجازه بدید بدید این یکی آخرین تماس رو. سلام علیکم. تماس گیرنده محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. صداشم دارم محترم. بزرگواری بفرمایید صدای تلویزیونتون رو ببندید، زیارت کنید در حد یک دقیقه. خب متاسفانه تماس این عزیز هم قطع شد. انشاءالله که همگی حاجت روا باشند و باشید. دست به دعا برداریم، از خدای تبارک و تعالی فرج مولامون رو بخواهیم که فرج همه ما در گروه فرج این بزرگوار هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج. امیدواریم که زنده باشد و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا رو در خدمتتون باشیم. یا علی. تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن، شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان.